و ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. مهمانان من در این بس آقای عین‌الدین بهادری عضو رهبری اتحادیه حقوقداران افغانستان و آقای محمد نعیم ایوب‌زاده عضو کمیته گزینش. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای ایوب‌زاده، بحث با شما آغاز میکنیم. چقدر باور دارید که این فرمان حالا صادر شود و برود به مجلس نمایندگان و در کل به شورای ملی تا تصویب شود؟ تشکر. به نام خدا سلام خدمت شما مهمان عزیز و بینندگان گرامی که ما را تماشا میکنن. بس امیدواری و بس باور داشتن یک طرف، ولی قرارها هنوز بسیار دور است که عملی شود و آغاز شود و ما شاهدش باشیم که حداقل از جای وقت جلوگیری صورت بگیره. امیدوار هستم هر آنچه که کابینه تصویب کرده هر چه زودتر به امضا برسه و اگرچه از جزئیاتش آگاه نیستیم، بتانه یک تضمین حقوقی برای ادامه کار کمیته گزینش باشد تا ای که ما از بنبست نجات پیدا کنیم و حداقل ماموریت چند روزه دیگه خود تکمیل کنیم و شاید افراد جدید در نهادهای انتخاباتی بعد از یک مرحله باشیم. اما مطالعه که از وضعیت فعلی در کشور داریم، متاسفانه ما در یک وضعیت بد بدتر قرار گرفتیم در اکثر بخش ها. از انتخابات شروع، سال، اقتصاد، امنیت، و ما مجبور هستیم در بین و بد و بدتر بد انتخاب کنیم. بله. و تغییر بد به خوب یک سلسله تلاش های نیاز دارد تا ای که ما از این مسیر به مسیر اصلی خود بریم. شما میبینید که سلنگاری بیشتر صورت میگیرد، کم توجهی بیشتر صورت میگیرد، چانه‌زنی ها زمینش گسترده میشه. سه مقصدی که در اهداف سیاسی و در بازی های سیاسی سیاسیون در ساختارهای مختلف در بیرون دارن حکومت متاسفانه جا گرفته، کارهای اصلی و کارهای محوری برای انتخابات طولانی تر می سازه و پس می تانیم بگویم که حکومت افغانستان یا در کل دولت وحدت ملی اراده برای برگزاری انتخابات دارد یا خیر؟ خب با توجه به عمل کرده، بس اراده یک طرف است، بس نیازمندی دیگر طرف است. مکلف است، یگانه کلید موفقیت در این حکومت برای دو رهبر انتخابات است. اگر در انتخابات اینا نتونن، و احراس هم دارن، ناگفته نباید گذاشت که دو احراس بسیار بزرگ وجود داره در حکومت و برای دو رهبر که فعلا در حکومت هستن. یک، برگزاری انتخابات پارلمانی شورای ولسوالی. دو، برگزاری لوی جرگی قانون اساسی. دو احراس بزرگ وجود داره در نزدشان که ممکن نتونن برنده باشن، ممکن نتونن کامیابی را به دست بیارن. و به می احراسی که وجود داره، متاسفانه سلنگاری و کم توجهی نسبت به عملی شدن مسائل انتخاباتی صورت میگیره که ما وقت بیشتر از دست میدیم. پس میتونیم بگیم که حالا حراس آنچنانی ندارن تا اینکه انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی را برگزار کنن؟ حراس دارن که اگر برگزار هم شود، حراس دارن نزدیک چین کنن میتونه بهتر برگزار شود یا خیر. و اگر برگزار هم نکنن، حراس دارن که چرا برگزار نمیشه، چون یگانه کلید موفقیتشون همین بحث انتخاباتی است. شما نادیده نگیرین که انتخابات، خصوصا انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی، یک دوری بسیار گذار مهم است برای افغانستان، برای دموکراسی افغانستان. هر نوع سلنگاری و ناکامی در برای انتخابات، ناکامی برای حکومتش است، ناکامی برای ملتش است. که زمان دیگه ادامه دموکراسی و انتخابات به عنوان یگانه الترنتیو برای دخل ساختن مردم در تصمیم گیری ها شاید اگر قابل استفاده نباشه. اینا یک ترس بسیار بزرگ است که دارن و در صدد از این هستن که چگونه بتونن اول از هان عامه آماده شه برای رفتن به طرف برگزاری انتخابات، دوم احساس تغییراتی که می کسایی که دخیل هستن و به عنوان قدرت های سیاسی متاسفانه جای خود جایگاهی دارن در این مسئله، اونا قانشن و بعدا برن به طرف احساس تغییرات بسیار جزئی که انتخابات برگزار کنه. در کل اراده، اگر بس اراده را مطرح کنیم، اراده ها با گذشت زمان اتا روزمره میشه گفت تغییر میکنه متاسفانه. حالا به طرف مثبت یا منفی تغییر میکنه؟ برمیگرده به قضایا، برمیگرده به اوضاع. اینا مطابق اوضاع برخورد میکنن با قضایا، نه مطابق استراتژی هایی که بتونه یک روان در عده قلب. مگر ما استراتژی داریم در پیوند انتخابات افغانستان در کل در تمام موارد؟ دقیقاً ما برای رفتن به انتخابات آزاد، سرتاسری، شفاف، قابل قبول
نیاز به یک استراتژی داریم که از یک نقطه آغاز کنیم. حداقل برای ما اگر استراتژی را اول می داشتیم در 2004، امروز با این وضعیت مواجه نمی شدیم. پس حالا نبود استراتژی برای استراتژی دقیقاً نبود یک برنامه، نبود یک برنامه استراتژیک، نبود یک خود یک استراتژیک باعث شد که ما پروژه‌ای برخورد کنیم نسبت به انتخابات و به اساس یک سلسله منافع برخورد کنیم، هسته ها را ایجاد نکنیم برای این که انتخابات بتونه در سرتاسر کشور برگزار شه و آرای مردم بتونه سرنوشت ساز باشه. برخورد ما با پروسه های ملی حالا برخورد پروژه‌ای بوده. متاسفانه پروژه‌ای بوده و تا زمانی که ما دید خود برخورد خود نسبت به پروسه های طویل مدت و میشه بگویم که انتخابات یک بخش سیاسی و سیاست هم یک پروسه طویل مدت است. اگر ما استراتژیک فکر نکنیم، اگر ما پروژه‌ای فکر کنیم، به این معنا که ما باز هم با مقصد نمی‌رسیم. حالا برخورد حکومت مردان با کمیته شما، کمیته گزینش چگونه است؟ برخورد پروژه است؟ نمی‌شه در این مورد قضاوت کرد، اما علاقمندی بیشتر حتی در اداره امور وجود نداره به این مسئله. حالا عدم علاقمندی را دقیقاً دید پروژه‌ای میتونیم بگوییم؟ میشه بگوییم که بیشتر اینا ذهن مصروف نگرانی‌هایشان، مصروف ادامه حکومت، مصروف زدبندها، مصروف پاسخگویی بر جامعه جهانی هستند و مصروف فضای بی‌اعتمادی که ایجاد شده. برگزار نمودن انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی هم جز از اون پاسخ‌هایی نیست که باید دولت افغانستان حالا برای جامعه جهانی و کمک کنندگان ارائه کنه. کاملا چرا ذهن خود مصروف این کار نمی‌کنه؟ خب مدیریت کار ساده نیست، رهبری کار ساده نیست و این حکومتی که همون نیچرش فرق می‌کنه نسبت به حکومت‌های گذشته و در کشورهای دیگه ایم که دموکراسی تمثیل میشه، همچون یک وضعیت داره، همچون یک شکل به خود گرفته که بیشتر ذهنشان مصروف برنامه هایی شه که نتانن از بیرون از اداره خود تمرکز داشته باشن برای کارهایی که مردم خوانش است. پس این گونه مدیریت شما، این گونه مدیران موفق نوان میکنین؟ قضاوت خیلی دشوار خواهد بود، ولی ثابت کرده همه رسانه‌های شما بیشتر اطلاع رسانی میکنن و مردم هم قضاوت میکنن، حق دارن قضاوت کنن که این حکومت در چه سطح مدیریتی قرار داره. حالا مشخص در ما پیوند به کمیته گزینش چگونه است کار کردشان؟ خب در اول من حیث یک مدیر قوی یا من حیث یک مدیر ضعیف اینا برخورد کردن با شما؟ متاسفانه زیاد مدیرا و کسایی که رهبر هستن بحث استراتژی کسارش فکر میکنیم، اینا به این فکر نکردن زمانی که کمیته گزینش ایجاد شد، به این فکر نکردن که پارلمانی موجود داره و اگر با پارلمان مشروعیت دادن میدادن، بعد باید فکر میشد که وقتی که فرمان اوجه روان میشه باید ذهنیت سازی شه، لابی صورت بگیره تا اینکه فرمان رد نشه، یا اینکه قصدانم خواستن به عنوان یک بازی استفاده صورت بگیره. آیا کسایی که حالا در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارن، اینها مدیران قوی هستن یا مدیران ضعیف در پیوند به انتخابات و کمیته گزینش؟ خب نقطه ضعفی وجود داشت، یک نقطه ضعف برمیگرده به ضعف مدیریتیشان یا این که برمیگرده به این به هدف سیاسیشان که آیا این یک هدفی بوده به اینکه سناریوی انتخابات یا بحث‌های انتخاباتی به این مسیر کشانده شود و یا این که ضعف مدیریتی باعث شده که ما به این مسیر انتخابات بریم. خیلی دشوار است قضاوت کرد، ولی دو تحلیل میتونه وجود داشته باشه از وضعیت فعلی انتخابات. تشکر آقای بهادری. حالا هدف سیاسی بوده یا اینکه ضعف مدیریتی که ما بالاخره بنبست بالای بنبست و باز هم بنبست در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم به بنبست مواجه شده تا اینکه بالاخره کار خود تمام کرد، حالا کمیته گزینش هم کارش با بنبست مواجه شده، مشکل اساسی هدف سیاسی است یا اینکه ضعف مدیریتی؟ با عرض سلام و ادب خدمت جناب ایوبی و بینندگان و شما، ما فکر میکنیم که نبود تفکر استراتژیک ریشه در تاریخ سیاسی افغانستان داره و سیاستمداران افغانستان به دلایل عوامل تاریخی نتوانستن نگهبانیت سیاسی رو در محور برنامه‌های استراتژیکی و تفکر استراتژیکی که ما در محور این منطقه جغرافیا قرار داریم با توجه به کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم. نخواستن یا نتوانستن؟ از یک طرف خب ممکن هست در بعضی از مقاطع سیاستمدارانی آمدن در هرم قدرت قرار گرفتن که اینها ظرفیت فکر کردن تفکر استراتژیکی را نداشتند پیرامون منطقه جهان. حالا دخن رهبران کنونی چه نوع رهبران است؟ اونها اون ظرفیت را دارد؟ خب
در صورتی که ما از نظر تاریخی مشکل داشته باشیم و ضعف‌های اجتماعی ما به حدی باشه که ما همه بخش‌های اجتماعی ما را در واقع آسیب رسانده باشه، ما بر اندازه ای که رهبران استراتژیک و با تفکر استراتژیک داشته باشیم در هرم قدرت قرار بگیرن، اینا به یک بارگی نمیتوانن تحول ایجاد کنن، مگر اینکه یک رهبری کاریزماتیکی بیای به یک بارگی تمام تحولات اجتماعی را بتونه که متغیر بسازه. از این نقطه نظر در حال حاضر خب بحث انتخابات یک بحث پیچیده هست. تحولات سیاسی که در افغانستان اتفاق افتاد در یک سال پسین، این تمام پروسه ها را مغلق ساخت، به خصوص مسئله انتخابات، کمیسیون انتخاباتی. و باید داشته باشیم که بنبست یا پیچیدگی تحولات و بافت های سیاسی که در داخل ساختارهای نظام سیاسی افغانستان در حال حاضر ما داریم تجربه میکنیم، بیشترین عوامل کمیسیون انتخابات ایجاد کرده. کمیسیون انتخاباتی ما داریم که برای ما نتایج انتخابات به صورت درست اعلام نکرد. توافقنامه سیاسی را توسط کمیسیون انتخابات بنش سپرده. در واقع اینها بلنگوی دو کمپاین انتخاباتی شدند و آمدند به اساس قانون اساسی افغانستان نه، بلکه به اساس توافقنامه سیاسی سرنوشت مردم افغانستان را رقم زدند. بنابراین خیانت اول، نخستین خیانت برمیگرده به کمیسیون‌های انتخاباتی. از این نقطه نظر، از نظر قانون اساسی افغانستان، از نظر قانونی تشکیل و صلاحیت هر دو کمیسیون که ماده 14، ماده 10 و با همچنان قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان و سایر قوانین به صورت صریح بیان می‌دارد که هرگاه اگر هر مدیر و یا هر فردی که در سمت خود خیانت میکنه و به خصوص در کمیسیون انتخاباتی، با خیانت ملی اونها معرفی شون با محاکمه اعلام بسازن. بخن موضوع بالای خیانت ملی است یا اینکه بالاخره حکومت وحدت ملی پشتون خیانت ملی نمیگردد و میخواهد برای اون خیانت ملی من میخواستم امیر ادامه بدم که به اساس همین قوانینی که من پیشتر خدمت شما عرض کردم، رئیس جمهور افغانستان صلاحیتی عزل کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی را دارد. ما در ارگا اگر اراده قوی سیاسی در اوایل شکل گیری حکومت وحدت ملی وجود می داشت، هیچ نیازی برای ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی، کمیته گزینش اگر اراده وجود می داشت برای عزل کمیشنرها، ما از نظر پروسیجرهای قوانینی هیچ مشکلی نداره. معرفی میکردن به سارانوالی افغانستان، میرفت در محاکم افغانستان، اینها مورد محاکمه قرار میگرفتن. و در حال حاضر مردم افغانستان میدونن که خیانتی را که کمیسیون های مرتکب شدن اصلا بخشودنی نیست. ما در مقابل وحدت ملی بهای کار را نکرد و نمیکنه. بهایی را که مردم افغانستان در مقابل خیانتی که کمیسیون ها پرداختن، تنها قربانی دموکراسی هست، قربانی اعتمادی از دست رفته مردم نسبت به پروسه های دموکراتیک هست که صدها سال ممکن در بر بگیره. با ما دوباره این اعتمادی که در گذشته میتونستیم داشتیم او را دوباره یاد کنیم. چرا حکومت وحدت ملی حالا چون این کار نمیکند که یا نکرد که ما با گذشته هر روز با بنبست جدید مواجه میشویم؟ خب یک چیز ما میخواهیم بسیار به صورت واضح بیان کنیم که تقابل و نبود یک دید استراتژیک و دیدگاه مشخص در مورد با قضایای سیاسی، اقتصادی و سیاسی در میان سیاستمداران افغانستان که مربوط به هر دو پکت، هم ارگ ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایی میشه، هنوز وجود ندارد. تقابل های سیاسی و دیدگاه های متفاوتی که در هر دو بخش انتخاباتی، در بخش تحول تداوم و اصلاحات همگرایی وجود داشت، هنوز هم وجود دارد. و در بیشترین موارد در حقیقت میتوان گفت که مؤلفه های تقسیم قدرت باعث این میشه که این نزاع به اوج خود برسه و حکومت وحدت ملی را بیشتر تضعیف بسازد. از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که اینها در حال حاضر به این اجماع رسیدن که بجز این که ما اجماع نظر داشته باشیم و در مقابل گروه هایی که در حال شکل گیری هستند و حکومت وحدت ملی را تهدید میکنن، اجراهی دیگری وجود نداره. واقعاً به اون اجماع نظر حالا رسیدن؟ خب راه دیگری ندارن. نهایتاً به هر اندازه‌ای که اگر برخوردهای سلیقه‌ای یا برخوردهایی که ممکن است برای تقرر افراد برای سمت‌های متفاوت وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل وجود دارد، اگر این واقعاً مرفوع نشود، ممکن است حکومت وحدت ملی بیشتر از آن تضعیف شود که ما در حکومت‌های گذشته داشتیم. از این نقطه نظر یگانه راه حل برای در حقیقت بیرون رفتن از تمامی بنبست‌های سیاسی است، بنبست اقتصادی است، بنبست امنیتی است، اجماع کلی بین ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی است. و اینها میتوان، من مطمئن هستم که در داخل هر دو تیم مدیران و رهبرانی وجود دارد
که میتوانند مدیریت بحران داشته باشند و میتوانند. اما چه زمان مسائل... باید مدیریت نماید؟ حالا بیشتر از یک سال از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد. با گذشت هر روز بحران در کشور آفریده میشود. هرگاه اون ظرفیت در دو تیمی که حالا حکومت ایجاد کردن وجود دارد، پس چرا جلو گسترش بحران را نمیگیرند؟ خب اگر بر این اصل بحث از این نقطه از این زاویه اشاره کنیم، ای که وجود مدیران و رهبران کارآزموده و تحصیل کرده در هر دو تیم وجود دارد، اما این ظرفیت به یک انرژی بالقوه، یک انرژی بالقوه وجود داره و این انرژی به یک انرژی بالفعل تبدیل نمیکنند، تقابل هایی که در گذشته وجود داشته ممکنه و هنوز هم باعث این میشه که در حقیقت به یک بازی برد برد اینها هنوز به اجماع نظر نرسیده باشند، ممکن است هنوز هم یک بازی برد و باخت اینها در پیش گرفته باشند. آقای بهادری، آقای ایوب زاده، واقعا در شرایط کنونی و یا کنون اجماع نظر میان این دو تیم که حالا آمدن حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن در پیوند به موضوع انتخابات به وجود آمده یا خیر؟ در تمام مسائل انتخابات نه. پس در کدام موارد حالا اجماع نظر؟ من بازم تاکید میکنم که بحث های انتخاباتی چندین پارچه میشه و بعدا روی هر کدامش اجماع نظر صورت میگیره و هم نمیگیره. من خاطر است که ما دقیق بالای کمیته گزینش بیایم. در قسمت کمیته گزینش های اجماع نظر میان این دو تیم وجود دارد؟ خب وجود داره، اما هنوز هم در اولیتشان قرار نگرفته. بس اصلی از کجا شروع میشه؟ بس اصلی از دو حراسی که من روش صحبت کردم شروع میشه، که دو حراس باعث میشه که اینا محافظه کارانه نسبت به قضای انتخاباتی برخورد کنن. اگر مطمئن باشن که انتخابات میتونه در شرایط کنونی خوب برگزار شه، سرتاسری باشه، مطمئن هستن که روی جرگ قانون اساسی برگزار شه، انتخابات شورای ولسوالی برگزار شه، او زمان این قسم برخورد نمیکنن. این دو حراس باعث شده متاسفانه که نتونن زود تصمیم بگیرن و نتونن قاطعیت از خود نشان بدن و این می قسم بازی با افکار عامه و بحث انداختن در افکار عامه از طریق رسانه بعد رسیدن به یک نتیجه، بله، اینا تصمیم میگیرن و قضای انتخاباتی رو نسبت به اون برخورد میکنن. اما یک نقطه را در کل میخوایم براتون بگویم، تصویر کلی که من احترام برم به آدمای با ظرفیتی که هست، نه تنها در ریاست جمهوری و در ریاست اجرایی، شما برین به ادارات دیگه پایینی برین چند چیز شما نمیبرین. چی هست؟ بحث مدیریت و بحث برنامه استراتژیک. شما وقتی که میرین در اداره اگر پرسان کنین که شما یک استراتژی دارین، میگن ما داریم، ولی اگر پرسان کنین که در ظرف 5 سال آینده شما چه تغییرات توقع دارین در اداره، ببینین حداقل 100% نه 70%، بسیار با مشکل اگر بتونه رئیس اداره برات توضیحات بده که من میخوام حداقل کارمندا در این ظرفیت برسه، کارکردهای ما از شورشواره شروع کنیم، بسیار یک بس بسیار کوچک بریم به ادارات و به وزارتخانه. متاسفانه این وزارتخانه پروژه بیشتر برخورد میکنن. نگرانی بزرگ ملت افغانستان تنها از این مدیریت نیست، بلکه از مدیریت ادارات است. اینا اگر خدمات ارائه نکنن در بخشای خودشان، نه دو رهبر اگر فیلسوف هم باشن، نه کاری کرده میتونن در این وطن و نه این وطن هم میتونن تغییر داده بده. حالا بازم بالای کمیته گزینش بیم، شما افراد فرض بری بگیریم، رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کرد، بالاخره شما به کارتان ادامه دادین و افراد بالاخره گزینش کردین، کارهای کمیسیون انتخاباتی هم آغاز شد، چه تضمینی دارد که اونها بتانند برنامه های استراتژیک بسازن و برای 5 سال بعد خود بالاخره اونها برنامه داشته باشن، در حالی که شما مشخصه تمام حکومت یا دولت افغانستان گفتین که هیچ نوع برنامه‌ای برای 5 سال آینده خود ندارن یا حداقل توانایی تشریح اون برنامه ها را ندارد؟ ما خیلی وقتا بعد خودم ذهن خودم مصروف میسازیم در گپ‌های اقناق و در بحث‌هایی که بر ما بیشتر خارجی‌ها تولید میکنه. متاسفانه دقیقاً اشاره شما از ما کی است؟ سیاستمدارای ما هست، کسایی که حاکم هستند در کشور، کسایی که ادعای فیلسوف بودن و آگاه بودن و عالم بودن در کشور میکنن، بعد بحثا را پیچیده خودشان میسازن و این تولید آجنده ها میکنن که یک بوجی آجنده میشه و نمیتونن واقعا برن بر از او برسن و هر کدامش را کتگورایز کنن و عملی بسازن که ما بتونیم به یک مقصد برسیم. شما ببینید کشور یک دهه یک درس
بسیار بزرگ برای تک تک ملت افغانستان. بس انتخاباتی هم ازمی مسئله قرار است. شما ببینید که انتخابات بیشترین بودجه را در آسیا برای انتخابات افغانستان مصرف کردند. و ما کشورهای دیگر هم نظارت کردیم، رفتیم دیدیم از انتخابات. از اینکه ما تهداب گذاری میکنیم برای انتخابات، برای سرتاسری بودنش، برای اصلهای انتخابات، برای میکانیسم ها، برای اداره کارا، شما ببینید که ما همه پول هم مصرف شده، هنوز هم ما یک اداره کارا، پاسخگو، مستقل، بیطرف، مسلکی برای مدیریت انتخابات نتونستیم بسازیم. پس میتونیم بگوییم که در اهداف اصلی ما، در اهداف سیاسی ما، ایجاد چنین یک اداره برای انتخابات افغانستان وجود نداشته و نخواهد داشت. میتونیم بگوییم؟ متاسفانه در اوایل همچه یک برداشت وجود داشت که بخاطر قانع ساختن خارجی ها، یا میشه اصطلاح جامعه جهانی استفاده کنیم، بخاطر قانع ساختن از اونا، جلب حمایت و برای ساختن ظرفیت های سیاسی میپذیریم میرونده، تا ای که بعد ما از خود ما در یک ظرفیت برسیم و حداقل یک روش دیگر انتخاب کنیم برای رسیدن برای قدرت و داخل ساختن مردم. مگر برای ایجاد ظرفیت در عرصه انتخابات 15 سال کافی نبود یا 14 سال زمان کافی نبود؟ ما دنبال چه نوع ظرفیت ها هستیم؟ ببینین، دموکراسی یکی از اصولش همین است که در روی ساختار سیاسی باید با گذشت زمان رشد کنه. شما برای ما همون ساختار سیاسی که مستحکم، متحد، دوامدار عمل کرده باشه، ادامه داده باشه، برای من نشان بدین. از احزاب شروع با ائتلاف ها، شما ببینین سه ائتلاف شکل میگیره، روز پنجم بس هم میپاشه، ائتلاف پنج چهارمی شکل میگیره. شما از احزاب سیاسی برین، من احترام دارم برای شخصیت ها، ولی احزاب فردی، احزابی که فقط در یک دفتر محدود میشن، در چند در برنامه محدود میشن، ما باور می است اگر ما دموکراسی را میپذیریم، تنها یک طرفش نپذیریم. آزادی بیان و انتخابات، آزادی رسانه، این تنها دموکراسی نیست. بله. ما باید تقویت ساختار سیاسی که حزب سیاسی است اینو بپذیریم که در پرو دموکراسی روش کنه. اگر نکرد او دموکراسی جایگاهی نداره. تشکر آقای ایوب زاده، بیننده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه برنامه نگرش با این موضوع چنان ادامه دارد. به ادامه برنامه نگرش خوش آمده. آقای این بهادری، حالا بر فرمان رئیس جمهور افغانستان به شورای وزیران افغانستان هم بالاخره گفتن که باید رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کنه. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که به سودی هم این فرمان صادر خواهد شد و حالا در زیر پروسس و عقیده خودش است. ماده 14 قانون تشکیل و وظایف کمیسیون های انتخاباتی بند دومش میگه که پیشنهاد تعدیل این قانون و قانون انتخابات از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون می باشد. چرا حالا ما قانون را نقض می‌کنیم و می‌آییم فرمان خلاف قانون تشکیل وظایف صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی صادر می‌کنیم؟ خب در اینجا ما فکر می‌کنیم که ما تنها اتکا بر قانون تشکیل صلاحیت کمیسیون‌ها نباید داشته باشیم. پس اتکا به چی داشته باشیم؟ من میایم اگر ما بحث مشروعیت، وقتی بحث مشروعیت میشه، بحث ما کلیت نظام سیاسی افغانستان است. بحثی است که همه قوا را در بر میگیره. ما اگر بحث مشروعیت نظام سیاسی افغانستان را در حال حاضر در واقع آغاز کنیم، پارلمان بحث مشروعیت از نظر ما، پارلمان افغانستان مشروع نیست به اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان. هیچ نوع مشروعیتی نداره. ما اگر بررسی از نظر فلسفی و از نظر فلسفه حقوق بخصوص داشته باشیم، اراده سیاسی که جناب آقای ایوب زاده مطمئن هستم که درک دارن و میفهمن، بله، وقتی تفویض اراده از نظر انتخاباتی در پروسه های سیاسی صورت میگیره، برای یک زمان کوتاه و یک زمان مشخص است که این زمان وقتی میشه که از جانب حکومت مدیریت میشه، زمانش انقضا شده. ماده 83 قانون اساسی افغانستان مشروعیت پارلمان کاملا مشروعیت نداره و یک تمدید شده، تمدیدش غیر قانونی هست، کاملا خلاف قانون است، تداوم کارش خلاف قانون است. اما و در قسمت حکومت افغانستان هم که حکومت افغانستان که ما به اساس قانون اساسی افغانستان باید برایند انتخاباتی ما حکومت داشته باشیم، رئیس جمهوری ما به اساس انتخابات باید رأیش معلوم باشه که چند فیصد رأی از جانب مردم کسب کرده و این رئیس جمهور است، یک چیز نیست. اگر ما این بحث
در واقع بیشتر بسازه. من فکر میکنم به مسئله ملی افغانستان در حال حاضر با توجه به اوضاع پیچیده امنیتی نیست. اما در قسمت سوالی که شما اشاره کردین که سوال ماده 14 بند دوم ماده 14 قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون ها، در اینجا حکومت افغانستان و در مجموع نهادهای حقوقی و سیاسی افغانستان فرض بر این است که کمیسیون های انتخابات و مدیران این کمیسیون ها در واقع نتوانستن پروسه انتخابات مدیریت کنند. از این نقطه نظر مدیریت دقیقاً برمیگردد بر مشکل در قانون یا اینکه ضعف در خود اون اشخاص؟ در بسیار از مواقع ممکن است قوانین دست پاگیر باشند. قوانینی که تصویب می شود ممکن است قوانین به صورت درست دموکراتیک نباشند و قوانین باید تعدیل شود و او مجرای قانونی خود داره که پارلمان افغانستان است. بله. اما ما باید بر این فرض بحث خود ادامه بدیم که در صورت این که قانونی انتخابات یک چنین موضوعی را اشاره کرده باشه و همچنان مدیران کمیسیون تعهد به برگزاری انتخابات شفاف نداشته باشند، خب پس راه حل چی است؟ رئیس جمهور افغانستان نمیتواند، پارلمان افغانستان نمیتواند، کی میتواند؟ اما از نظر حقوقی، اصل حقوقی است که میگه مرجعی که تعیین کننده هست، او مرجع همچنان میتونه عزل کنه. به باور ما، رئیس جمهوری افغانستان با توجه به ماده قانون اساسی که من پیشتر اشاره کردم و ماده 10 و ماده 14 که شما در حال حاضر اشاره کردین، حالا دقیقاً افراد میتواند عزل کند یا اینکه قانون بالاخره باید سرش خط بطلان بکشد؟ خب رئیس جمهور صلاحیت داشت با توجه به معیارهایی را که من قبلا اشاره کردم که در صورتی که اینها خب مدیریت درست انتخابات نتانستند، مدیران ضعیف بودند و مرتکب تقلب انتخابات شدند و جنایت‌های جرایم انتخاباتی که در قانون نیست در حال حاضر ما میتونیم بگیم که جرایم انتخاباتی زیاد مرتکب شدند، اونها بدون این که بران به مکانیزمی را که در حال حاضر در پیش گرفتن کمیسیون اصلاح انتخاباتی، کمیته گزینش و بعد به پارلمان، در او وقت رئیس جمهور میتوانست اینها را به سادگی عزل کنه و کسان دیگر را با اجماع سیاسی که بر هر دو بر ریاست اجرایی و ارگ ریاست جمهوری هست میتوانستن پیشنهاد کنند. اما آلی که قانون شما پیشتر اشاره کردین، ما در حال حاضر فرمان تقرینی که از کابینه افغانستان قرار است که دوباره ارجاع شود از نظر حقوقی و قانونی مشکل نداره، اما بحث سیاسی این که آیا برخوردی را که قوای اجرایی انجام میده یک برخورد سازنده با پارلمان هست یا خیر، یک بحثی است که من فکر میکنم که به هر اندازه‌ای که فرامین تقرینی از جانب پارلمان رد میشوه با ما اندازه تقابل سیاسی ایجاد میشوه بین قوای اجرایی و بین قوای مقننه که یک دیدی در یک دیدی استراتژیک و کلان یک برخورد سازنده در دراز مدت با منافع ملی نیست. آقای بادری، آقای ایوب زاده، حالا تعداد از اعضای پارلمان افغانستان میگه که این بار این فرمان رئیس جمهور افغانستان تصویب خواهد شد. چقدر باور دارید که این فرمان تصویب شود؟ در حالی که ما شما شاهد بودیم در فرمان نخست زمانی که رئیس جمهور افغانستان صادر کرد و به مجلس نمایندگان رفت، فقط یک یا دو کارت سبز بالا شد، دیگر همه سرخ بود. ما در صحبت‌های قبلی خودم در یک از برنامه شما فکر میکنم هفته گذشته بود گفتم که ذهنیت ها تغییر کرده در داخل پارلمان بعد از اینکه فرمان رد شد و ذهنیت سازی شده بود. متاسفانه یک تعداد و از آدرس کسایی که احساس میکنن موقفشون از دست میره ذهنیت سازی شده به اینکه فرمان رد شد بدون اینکه مطالعه دقیق صورت بگیره. ولی خوشبختانه تماس هایی که ما با تعداد وکیل صاحب ها داشتیم ذهنیت ها تغییر کرده و صلاح به میست که اگر فرمان باز هم بره به پارلمان اینا ممکن ردش نکنن و بالاخره تصویب شه. بس پارلمان است، بس این است که حکومت باید از وقت استفاده از زمین کنه. بله. وقت کشی هنوز هم به عنوان یک چالش در این حکومت باقی مانده و حالا زمانی رسیده که بازی با کلمات و جملات در رسانه به پایان رسیده و حکومت باید متوجه شود که ملت افغانستان منتظر کوچکترین عمل حکومت در یکی از بخش‌ها با ویژه در بخش انتخابات است. بنابراین امضای فرمان دومی میتونه گره را باز کنه برای ادامه کار کمیته گزینش و در ضمن تکمیل ماموریت کمیته گزینش میتونه در دیگر را باز کنه برای عملی ساختن اصلاحاتی که ما را کمک میکنه برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد عادلانه. اما ناگفته نباید گذاشت که در پالوی تمام این تغییرات نیاز است که
رهبرایی که واقعا به دموکراسی باور دارند، کسایی که دخیل هستند، یک تفاهم سیاسی بر برگزاری یک انتخابات قابل قبول صورت بگیرد. تا غیر از او باز هم قدرت‌های ولایتی خیلی وقتا با قدرت مرکزی زیاد وابسته نیستند متاسفانه، و تلاش میکنند به خاطر نفع خودشان و پروسه چالش ایجاد کنند، و تا زمانی که تفاهم سیاسی کلی صورت نگیرد در کنار تغییرات برگزاری انتخابات قابل قبول دشوار خواهد بود. و بازم تاکید میکنم که حکومت از برگزاری انتخابات حراس داره، از برگزاری لایحه جرگه قانون اساسی حراس داره، و تا زمانی که مطمئن نشه خیلی دشوار خواهد بود که اقدام عملی انجام بده. بله. آیا با این مدیران کالا در کمیسیون های انتخاباتی است میتونیم ما شما شاهد انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری در افغانستان باشیم؟ بازم احترام دارم به شرط استناد خود را بالاخره بر اساس قانون میگن که ما بر اساس قانون میتونیم به کار خود ادامه بدیم، و تجربه ثابت کرده، انتخابات 2014 ثابت کرده، مردم قضاوت کرده، و شما هم اطلاع رسانی کردین پیامای مردمه که با مدیران حاضر در نهادهای انتخاباتی میشه گفت که برگزاری هر نوع انتخابات که دو اراده مردم تمسیشه ناممکن خواهد بود. ما به تغییر نیاز داریم، به تغییر مثبت، به تغییر کارا که حداقل نه تنها در افراد باشه بلکه در میکانیزم‌ها و در چارچوب حقوقی باشه تا اینکه زمینه برگزاری انتخابات شفاف فراهم کنه. بله. تشکر آقای بهادری. طلب حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد شد. در یکی از بندهای اون توافقنامه آمده بود که بلافاصله به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی اقدام صورت بگیرد. حالا بر اساس اون توافقنامه دو سال قرار است بگذرد و پس از اون گفته می شود که مشروعیت خود را این حکومت از دست می دهد. فکر می کنید تا زمانی که این حکومت مشروعیت خود از دست بدهد، حالا برای اصلاح نظام انتخاباتی اقدامات جدیدتر صورت بگیرد؟ ما فکر می کنیم که حکومت وحدت ملی می توانست در روزهای نخست ایجاد حکومت وحدت ملی این اصلاحات را در واقع آغاز کند. بله. اما نمیدانم با کدام دلایل زدبندهای سیاسی که در داخل هر دو تیم وجود داشت و اما جو انتخاباتی که میان هر دو تیم وجود داشت نگذاشت اینها را که در یک فرصت مناسب با هم اجماعی نظر پیدا کنند و در مورد انتخابات نظریات مشترک داشته باشند. این مواردی هست که ممکن هنوز هم بحث در داخل حکومت وحدت ملی وجود داشته باشد که ممکن هست تعدادی بسیار خوشبینانه باشند نسبت به پروسه های دموکراتیک و تعداد دیگری نخواهند که در واقع، یا ممکن هست احساس کنند که پروسه های دموکراتیک منافع اونها نیست، یک چنین روی کردی ممکن است وجود داشته باشد. اما چنانچه شما اشاره کردین، مشروعیت کل حکومت وحدت ملی برمیگرده با توافقنامه سیاسی که هر دو نامزد امضا کردند. اگر اینها با توافقنامه با تعهداتی که در این توافقنامه انجام دادن به این متعهد نباشند و مفاد این توافقنامه را اجرا نکنند، ما فکر میکنیم که در حال حاضر ما شاهد ظهور تشکل‌های سیاسی جدیدی هستیم که در گذشته ممکن است بر هر دو بخش حکومت سهیم بودند، یا از جمله کسانی بودند که حداقل هم فکر و هم اندیشه اینها بودند. از این نقطه نظر اینها در حال حاضر ما فکر میکنیم که حالا هر دو، هم مرگ ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایه، باید به این اجماع رسیده باشند که از یک طرف در مقابل افکار عام پاسخگو هستند، از جانب دیگر مشروعیت کل حکومت اینها برمیگرده به توافقنامه سیاسی. هرگاه به این اجماع دیگر رسیده باشند، حالا چرا پس کار کمیته گزینش آغاز نمیشود و بالاخره به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی قدم های بعدی هم برداشته نمیشود؟ خب قسمی که خب دسترسی همه شهروندان که به شمول ما باشیم به اطلاعاتی که در داخل هر دو بخش صورت میگیره بسیار کم است. اما آنچه که ما از رسانه ها و از گفتمان های سیاسی برداشت میکنیم این است که هنوز هم اجماع کلی در مورد اصلاحات انتخاباتی که اراده قوی برای اصلاحات انتخاباتی وجود داشته باشه وجود نداره، در حالی که خب اگر اراده قوی وجود می داشت ما فکر میکنیم یک مدیریت زیاد مشکل نبود ایجاد اصلاحات انتخاباتی. ما راهکارهای قانونی بسیار مشخص را داشتیم و در حال حاضر کار را که اینها از یک مسیر کوتاه میپیمودن رفتن از یک مسیری که خیلی طویل بود
در واقع دور زدن و آمدن کمیسیون ها و کمیته گزینش و غیره، در حالی که در کردن را دقیقاً هدف سیاسی بود یا لا ضعف مدیریت. خب ما فکر میکنیم که اینها چالش های زیادی داشتن، آثار حکومت قبلی هنوز هم ملموس است و کمیسیون های انتخاباتی از جمله کسانی که در رأس این کمیسیون ها قرار داشتن مربوط به کسانی بودند که در نظام سیاسی گذشته وجود داشت و هنوز هم افراد سیاسی و موره هایی که نسبت به نظام در نظام گذشته کار کردند، در حکومت گذشته کار کردند، هنوز هم به نحوی میخواهند به شکل زیرزمینی در واقع حکومت وحدت ملی را به نحوی بخواهند تضعیف بسازند و ممکن هست در بسیاری از موارد دست به توطئه بزنند. از این نقطه نظر حکومت وحدت ملی معتاد هست تا از یک طرف روابط سیاسی که با اقشار سیاسی که در گذشته وجود داشت را حفظ کنه و از جانب دیگر موره هایی که هنوز هم تلاش میکنن نظام سیاسی را به نوعی به چالش بکشانن اونها را و در این شرایط منافع ملی افغانستان چی حکم میکنه؟ خب منافع ملی افغانستان، همه مردم افغانستان به این باور هستن که ما بجز انتخابات شفاف و یک دموکراسی بسیار خوب اجرای حل برای حکومتداری خوب و برای یک نظام سیاسی خوب نداریم. از این نظر این معیار نیست که حالا میرن به نوعی از اونها باجدی برای حکومت مردان گذشته میکنن و اون حکومت مردان گذشته هم در بعضی موارد حالا تخریب میکنن. خب باید داشته باشیم، متاسفانه وقت کم است، باید داشته باشیم که ما وقتی از انتخابات بس میکنیم و وقتی از شکل گیری و تغییرات نظام های سیاسی بس میکنیم، ما در حقیقت اساره از یک تاریخ چند صد ساله‌ای را بس میکنیم که در گذشته ما یک چنین روی کردی نداشتیم. مؤلفه های در تغییرات نظام های سیاسی در گذشته بیشتر با کودتاها و با زور، با قتل، با توطئه های مختلف صورت میگرفت. از این نقطه نظر پیش از این که یک انتقال سیاسی باشد بیشتر یک انتقال تاریخی است که ما گذار از این مرحله تاریخی کاملا در نظر نگرفتن روی کردهای تاریخی گذشته را ما فکر میکنیم در حال حاضر برای سیاستمدارانی کنونی که هم تکنوکرات هستند و هم در حقیقت به نوعی میشه گفت با اندیشه های مذهبی بیشتر همسو هستند، خیلی مشکل هست که این امین گذار به خاطر بهتر شدن وضعیت باید صورت بگیرد یا به خاطر بدتر شدن وضعیت؟ بدون شک این گذار برای گذار تمام گذارها برای بهتر شدن جامعه انسانی است. اما شرایط کنونی این گذار در افغانستان چگونه است؟ اما گذار با چالش‌های زیادی مواجه است و این گذار ممکن هست که در بسیار از حالت‌ها متأسفانه منجر به اضمحلال دولت‌ها و سقوط حکومت‌ها میشود. تشکر آقای ایوب زاده. حالا پیشنهاد شما برای حکومت وحدت ملی چی است؟ شما عضو کمیته گزینش افغانستان هستید. بفرمایید چی پیشنهاد دارین برای حکومت افغانستان؟ کدام کارها را باید روی دست بگیرد تا بتانیم به اهداف را که ما شما داریم، اهداف ملی است، به اون برسیم؟ در پلو تمام اولیت هایی که دارن بس انتخابات جدی بگیرد و هر چی زودتر تضمین حقوق ایجاد شود برای ادامه کار کمیته گزینش. سه مورد کلیدی که از شامل اصلاحات میشه او را در اولیت قرار بدن و برن برای یک تاریخ واضح، عملی و واقع‌بینانه برگزاری انتخابات که او تاریخ بتونه واقعا یک تاریخ باشه که حداقل مردم دو اشتراک کرده بتونه، امنیت تامین شه، او تغییرات عملی شه. ما خانه نیستیم که همه چی تغییر کنه. حالا رئیس جمهور افغانستان دقیقاً چند پیش مژده داد که در فصل تاب خزان تابستان اشاره کردن، فصل تابستان و خزان. خب تخمینی ما وقتی که میریم از نقطه نظر تکنیکی به تاریخ انتخابات صحبت میکنیم، ما به یک تقویم نیاز داریم، تقویمی که مراحل مختلف انتخابات زمانش را تعیین میکنه و مشخص میسازه که چقدر زمان میبره، زمانی که آغاز میشه نخستین مرحله تا ختم پروسه. ما این کار کسی که آدم میتونه که کمیشنر است و کمیشنر جدید بعد از اینکه انتخاب میشن و انتصاب میشن، بزرگترین وظیفه شرمی خود بود که روی یک تقویم اینو کار کنن در هماهنگی نزدیک با نهادهای دستن در کار دیگه، به جلوگیری از وقت صورت بگیره، از زیای وقت صورت بگیره و تنها در حرف اتکا نکنن، واقعا صادقانه برخورد کنن با قضایا، قبول کنن که هر روزی که میگذره نه تنها دو رهبر بلکه سیاسیون دیگه هم در ساختارها بیشترین عامیان فکری خود از دست میدن و این چند پارچگی ساختارها و این تگ برای افراد در ساختارها باعث میشه که ما بریم نریم به طرف ساختارهای سیاسی و زیبایی نتیم به بازی های سیاسی که بتونه کمک کنه به
اهداف ما و بالاخره به ساختارهای ما و دموکراسی که ما امروز داریم. تشکر آقای بهادری. حالا از دید خودت حکومت وحدت ملی چه باید کند که قوانین نافذه در کشور نقض نشود و ما و شما اصلاح نظام انتخاباتی را شاهدش باشیم و انتخابات آینده افغانستان هم شفاف، عادلانه و سراسری در افغانستان برگزار شود؟ سوال بسیار جالب و در این حال مشکل است. ما در حال حاضر انحراف از قوانین افغانستان ما بسیار زیاد داریم. ما فکر میکنیم که هر روی کردی را که حکومت وحدت ملی برخلاف قوانین نافذه افغانستان میخواهد در پیش بگیره یک اشتباه محض است. چند دلیل وجود دارد که اشتباه است. دلیل اول این که یک فرهنگ بد قانون شکنی و کنار رفتن از قوانین در تاریخ سیاسی و در فعالیت‌های سیاسی افغانستان به جای می‌گذارند. دلیل دومش این است که به هر اندازه‌ای که ساختارهای قانونی را اینها در نظر نگیرند و بخوان از مسیر سیاسی وارد سیستم بشوند به نتیجه نمی‌رسد. چنانچه ما انتخابات افغانستان را دیدیم، چنانچه ما سایر رویکردهای را دیدیم، برخوردهای را که در مورد قضیه کابل بانک داشتیم، برخوردهای دیگری را که در حکومت وحدت ملی داشتیم. از این نقطه نظر توقع ما از حکومت وحدت ملی این بود که با توجه به این که اختلافات سیاسی عمیق وجود داشت در بین هر دو تیم و بسیار مشکل بود که هر دو تیم بیاری یک جای بسازی و یک برنامه بسازن، اما آلم وقت است ما مردم افغانستان از این بنبست و از تمام مشکلات روحی که در حال حاضر ایجاد شده از این نجات بتن و نجاتش خیلی ساده است که اینها اختلافاتی که در مورد تقرری بعضی سمت ها وجود داره او را کنار بگذارن و بیاین واقعا قلبن برای یک دموکراسی خوبی که در حداقل در 10 سال آینده ما بتونیم یک انتخاباتی نسبتا شفاف داشته باشیم برش کار کنن، یک کار مشکل نیست. تشکر. اراده سیاسی ضرور است و فقط کار، هیچ چیز دیگر نیاز نداره. تشکر آقای بهادری و آقای عبدزاده از حضورتان در بحث ما. بنده های عزیز تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لایو بی‌نیاز می‌سپارم.